برنو اندیشان تقدیم می کند. سلام، امروز بخوام در مورد یکی از آموزش های مهم در حوزه زبان انگلیسی صحبت کنم، آموزش کتاب استریت تاک. استریت تاک یک کتابیه که در اون آموزش های اصطلاحات انگلیسی آموزش داده شده که در 3 جلد تقسیم میشه. این اصطلاحات به چند بخش تقسیم میشن. بخششون مربوط به اصطلاحاتی که توی مکالمات بیشتر کاربرد داره، مکالماتی که مثلا تو مدرسه، دانشگاه، سر کار استفاده میشه، بعضیشون تو کوچه بازار مثلا بهش میگن اصطلاحات کوچه بازاری. اصلش هم همینه، استریت تاک معروف به آموزش اصطلاحات کوچه بازاری، اصطلاحاتی که حالا بعضی اصطلاحات هم توش هست، نه همش، یکی دوتا که مثلا تو فیلم های مثلا دهه 1960، 1970 یا حتی 1980 استفاده می شده، تا حتی دهه 2000 هم داشتیم که استفاده می شده. استریت تاک بعدش توش ضرب المثل داره، مثلا آموزش ضرب المثل هم توش هست که استاد مربوطه آموزش میده، EDM، اسلنگ و پراورز، سه نوع اصطلاح، اصطلاحات پرکاربرد در حوزه انگلیسی آمریکایی و حتی انگلیسی بریتانیایی. بعد اینکه مثلا کتاب اولش در مورد چه اصطلاحات پایه‌ای است. حالا میریم کتاب دومش، اصطلاحات پیشرفته تر میشن. کتاب سوم دیگه پیشرفته ترینه، که وقتی شما این سه تا رو با هم دیگه که حالا از کتاب یک شروع میکنید تا سه، وقتی که اینا رو با هم یاد بگیرید کامل، میشه گفت که تو بعضی از فیلم ها مثلا اصطلاحاتی رو میشنوید دیگه بفهمید اون اصطلاح چی میگه، اون اصطلاح در مورد چی صحبت میکنه، معناش چیه. خب بعد اینکه اهمیت یادگیریش هم اینه که شما میتونید دیگه راحت به انگلیسی مسلط بشید، انگلیسی حالا نیتیو تر، انگلیسی بومی، انگلیسی که شما رو بتونه در کسب و کارتون به موفقیت برسونه. وقتی که یکی این اصطلاح رو گفت بتونید جوابش رو بدید، جواب دادنش هم بر مبنای اون دانشی که از شما قراره از کتاب استریت تاک که 3 جلد هست به دست بیارید. بعد اینکه وقتی که شما اینو یاد بگیرید، درک بهتری از مکالمات روزمره دارید، ارتباطاتتون موثر و طبیعی تره بر مبنای زبان انگلیسی، اعتماد به نفستون میره بالا، دایره لغاتتون بیشتر میشه، یک درک نسبتا بهتری نسبت به زبان انگلیسی، حالا لهجه امریکن یا بریتیش پیدا میکنید، پیشرفت سریعتری هم در یادگیری زبانتون اتفاق میافته. حالا مثلا کاربردهای این اصطلاحات هم بیشتر برای شما توی مثلا نوشتاری هست، تو بحث رایتینگ وقتی که میخواید یک متنی رو بنویسید که یه خورده سطح متن بره بالا، میتونید از این اصطلاحات استفاده بکنید تا در وقتی که یک شخصی در حال خوندن متنی از که شما نوشتید بگید که شما دانش زبانی بسیار قوی تری دارید. بعد اینکه استریت تاک نویسندش هم دیوید بورک هست، یک استاد زبان انگلیسی. بعد دیگه یالا چه چیزایی توش صحبت میشه؟ How to speak and understand American slang، جلد اوله، که جلد دومش میشه slang used in popular American television shows، جلد سومش میشه the best of American idioms. به ترتیب از ساده میایین تا پیشرفته، که به طور عمیق دیگه یاد میگیرید. یعنی شما این کتاب هم یاد بگیرید 3 جلد دیگه اصلا به اصطلاحات دیگه نیازی ندارید، مگر اینکه خودتون دانش زبانیتون رو آپدیت کنید، چون اینا کل بیشتر حدود 100% اصطلاحات رو فرا میگیره که شما تو این کتاب یاد خواهید گرفت. بعد اینکه این اصطلاحات بیشتر میتونه کاربرد مکالمه شما رو تقویت کنه، اون زبان انگلیسی که صحبت میکنید رو گسترش بده. گسترش زبان انگلیسی هم به یادگیری اصطلاحات وابسته است. حالا این اصطلاحاتی که ما داریم صحبتش رو میکنیم شما رو به یک فرد آمریکایی تبدیل میتونه بکنه، از لحاظ گفتاری، از لحاظ کانورسیشن، از لحاظ اینه که دایره وکابولری شما بسیار افزایش پیدا میکنه بر مبنای اصطلاحات. حالا یه بحثی داریم به نام وکابولری، که دورهای متفاوتی توی وبسایت برنامه‌نویسان هست نسبت در مورد لغات. حالا این اصطلاحاته، اصطلاحات که برگرفته از لغات انگلیسیه و تبدیل شده به یک اصطلاح.
یا ضرب المثل که ضرب المثل با اصطلاح که یه خورده فرق داره، پراوربس که مثلا توی زبان انگلیسی میگیم گیلبرت ویت همون کبوتر با همون باید تیر دو نشان زدن، یا کبوتر با کبوتر باز با باز، اینها توی فرهنگ های مختلف هست. پراوربز رو نمیتونیم با اسلنگ ترکیب کنیم، اسلنگ جداست که مخصوص زبان انگلیسیه، مثلا لهجه آمریکاییه. پراوربز تو همه زبان ها هست، مثلا گر صبر کنی زغور حلوا سازن تو انگلیسی هست، تو اینجا هم تو کلاب استریت تاک هم اومده، یا دیگه نو پین نو گین، نابرد رنج گنج میسر نمیشود. بعد و اصطلاحات بسیار زیادی دیگه که تو این کتاب تدریس شده به صورت کامل، به صورت جامع و به صورت کاربردی. ولی نکته ای که میخواید برای در هنگام یادگیری، در هنگام اینکه یادشون بگیرید، اول از کتاب استریت تاک یک شروع کنید به طور کامل. وقتی که حس کردید همه رو دیگه حفظ شدید، همه رو دیگه یاد گرفتید، نکاتش رو دیگه بلد هستید، بعد میرید سراغ کتاب استریت تاک دوم. بعد استریت تاک دوم هم دیگه کامل بلد شدید، بعد میرید سراغ استریت تاک سوم. بعد یه دوره هم از یک و دو و سه با هم انجام میدید که تقریبا اون تمارینی که هست میتونه به شما کمک بکنه، اون اصطلاحی که تکرار میشه، تمارینی که تکرار میشه میتونه به شما کمک بکنه که حتی لهجهتون هم آمریکایی بشه، چون در هر درس لهجه اون لهجه غلیظش هم گذاشته که در قسمت سوم درسه هر درس حساب میشه. اون رو اگه بتونید خودتون هم بیشتر متنشو بخونید، برخلاف بر اساس اون چیزی که استاد میگه، دیگه اصطلاحات رو یاد میگیرید. شما عزیزان میتونید برای تهیه آموزش جامعه، پکیج جامعه آموزش کتاب استریت تاک هم به وبسایت برنو اندیشان مراجعه بفرمایید. با تشکر از توجه شما.